و زیارت جامعه کبیره را می خوانم. ناگهان دیدم مولایم ولی الله الاعظم را هنا فدا، تکیه به قبر جدشون فرمودن و دارن منو نگاهم میکنن تا چشمم به جمال ملکوتی ولی عصر افتاد، با صدای بلند شروع کردم فرازهای جامعه کبیره را خوندن. بکم فتح الله و بکم یختم، بکم ینزل القیس، بکم تمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، تا آخر زیارت جامعه خوندم. امام عصر علیه السلام فرمودن مجلسی چه زیارت خوبی است، زیارت جامعه کبیره. عرض کردم زیارتی است که جد شما حضرت هادی علیه السلام به ما تعلیم فرمودن. بعد فرمودن مجلسی جلو بیا، دو سه قدم مؤدب جلو رفتم، دوباره فرمودن جلوتر بیا، دو سه قدم جلوتر رفتم. عرض کردم می ترسم ترک ادب شود، فرمودن چون ما امر می کنیم ادب در اطاعت است، جلوتر بیا. رفتم تا روبروی ولی عصر ارواحنا فدا رسیدم، فرمودن مجلسی بنشین، دو زانو مؤدب نشستم، فرمودن چهار زانو بنشین، راحت باش، مسافری از راه رسید. چهار زانو محضر ولی عصر نشستم، حضرت منو مورد عنایت قرار دادن. شاهد عرضم این جمله است، حضرت فرمود چه زیارت خوبی است، زیارت جامعه کبیره. دو سه جمله درباره این عبارت فقط عرض میکنم: و زل کل شیء لکم، اون چه در هیته شیئیت است مطیع شما ذوات مقدسه معصومین است. یعنی علی ابن موسی رضا علیه السلام ولایت دارن بر همه ذرات آفرینش، یعنی هستی به اذن الله مطیع فرمان ایشان است. شیخ مفید اعلی الله مقامه در کتاب اختصاصش نقل می کند که امام حسین علیه السلام رفتن به دیدن یکی از دوستاشون که مریض بود به نام عبدالله ابن شداد، در آتش تب می سوخت. آقا وارد اتاقش که شدن، به مجردی که آقا پاشو گذاشت توی اتاق، تب او قطع شد، حالش خوب شد، بلند شد، عرض کرد به ابی انت و امی ابن رسول الله، پدر و مادرم فتاد، به سر پیغمبر، من در آتش تب می سوختم، چطور شد شما تا پاتون رو گذاشتی تب رفت؟ حضرت این جمله رو فرمودن: والله ما خلق الله شیئا الا و قد امره به طاعت لنا. به خدا قسم خدا هیچ شیعی رو در عالم خلق نکرد مگر این که به اون شیع امر کرد مطیع ما بچه های فاطمه باشد. تا این جمله رو فرمودن ایدم هاتف غیبی نداد لبیک لبیک لبیک، بله بله ما به همه اشیاء آفرینش امر کردیم که مطیع فرمان ائمه معصومین علیهم السلام باشند.
یعنی الان امام رضا اراده کند سرطان، تومور مغزی، بیماری های ناشناخته الان از تن این موالی ما بیرون برو، به امر مطاع علی ابن موسی رضا همه مرضا خوب می شوند و شفا می گیرند. کسانی که گدایان در خانه حضرت رضا بودند به عنایت امام رضا مریض خوب می کردن. مرحوم آیت الله میرزا حبیب الله گلپایگانی اعلی الله مقامه که از ابدال علما بود، این بزرگوار شبی فرمودن در عالم رویا دیدم تو باقی نشستم، حضرت رضا علیه السلام شرف حضور دارن، اون باغ هم پر از گلهای زیبا بود، حضرت روی تختی نشسته بودن، دستشون رو دراز کردن امام رضا علیه السلام، یک گل از گلهای سرخ اون باغ چیدن و به من هدیه فرمودن. دست من به دست امام رضا نرسید، دست من خورد به شاخ گلی که اون شاخ گل به دست علی ابن موسی رضا رسیده بود. از خواب بیدار شدم به برکت این اتصال که دستم خورد به دست شاخ گلی که دست علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بهش رسیده بود، امام رضا شفا رو در دست میرزا حبیب الله قرار داد. از فردا هر مریضی رو می آوردن، مثلا قلبش مشکل داشت دستش رو می مالید به قلب و آیه شریفه و ننزل من القرآن رو تلاوت می کرد و در همون لحظه مریض شفا می گرفت. اینا گدایان در خانه علی ابن موسی رضا بودن. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه می فرموده من معلوم نیست نوکر دست چندم علی ابن موسی رضا هستم، امام رضا این قدرت رو به من داده که با یه دونه انجیر خشک مریضی را شفا می دهم.